いかにして現下の緊張を緩和し、偶発的な紛争を避けることができるか、いかにしてこの地域の不安定化を防ぎ、平和と安定を追求すべきかなどについて、率直かつ有意義な意見交換を行いました。偶発的な紛争が起きるかもしれないと指摘する専門家もいます。しかし何としても武力衝突は避ける必要があります。イランは古代パルシャ帝国の時代から今日に至るまで中東の大国であり、将来にわたってもそうあり続けるでしょう。昨今の緊張の高まりの中で、この地域がさらに不安定化したり、偶発的な衝突が起こることのないよう、中東の平和と安定を確固たるものとする上で、イランが建設的な役割を果たすことが不可欠です。イランが IAEA との協力を継続していることを高く評価し、イランが核合意を引き続き遵守することを強く期待。チャーバハ港、またマクラン港の投資についてお話がありました。از این که ژاپن علاقمند هست به ادامه خرید نفت از ایران و همچنین حل و فصل مسائل و روابط مالی و روابط علمی و فرهنگی بین دو کشور، این نکته ای هست که میتونه توسعه روابط دو کشور رو تضمین بکنه. نیهون گاواگا منطقه اهمیت بسیار زیادی قائلند و من با آقای نخست وزیر گفتم ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود، حتی با آمریکا، اما اگر جنگی علیه ما بخواد شروع بشه پاسخی بسیار قاطع خواهیم داد. من بسیار خوشحالم که آقای نخست وزیر در مذاکرات امروز همچنان بر حمایتشون از برجام ادامه دادند و این توافق رو برای منطقه و جهان حائز اهمیت می دانستن. به آقای نخست وزیر گفتم که ما علاقمند به ادامه این توافق هستیم و اقداماتی که ایران انجام خواهد داد در چارچوب برجام و در چارچوب بند 36 برجام خواهد بود. من در مذاکرات امروز بر این نکته تأکید کردم که اگر ما شاهد برخی از تنش‌ها هستیم، ریشه این تنش‌ها برمیگرده به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، و هر زمانی که این جنگ متوقف بشه ما شاهد تحول بسیار مثبتی در منطقه و جهان خواهیم بود.